In the name of God, the most compassionate, the most merciful, praise be to Allah, and peace and greetings to Prophet Muhammad and his true companions. Mr. President, من به نمایندگی از سوی ملت بزرگی سخن میگویم که امروز در غم از دست دادن هزاران زائر مسلمان و صدها نفر از هموطنان خود به سوگ نشسته است. سالمندان، جوانان، زنان و مردانی که برای انجام مناسک مذهبی در گرد همایی عظیم معنوی و جهانی حج شرکت کرده بودند ولی متاسفانه قربانی بیکفایتی و سوء مدیریت مجریان شده و حتی به دلیل عدم پاسخگویی مسئولان از شناسایی مفقودین و بازگرداندن سریع پیکر قربانیان به خانواده‌های عزادارشان دریغ شده است. ابعاد فاجعه جان باختن و مجروح شدن هزاران انسان بیگناه از چهار گوشه جهان فراتر از آن است که در حد یک سامحه طبیعی یا یک مسئله محلی با آن برخورد شود. خسارت جریحه دار شدن عواطف میلیون‌ها مسلمان بزرگتر از آن است که صرفاً با محاسبات مادی قابل جبران باشد. افکار عمومی خواستار آن است که مسئولان دولت عربستان سعودی بیدرنگ به مسئولیت بین المللی خود در تأمین دسترسی کنسولی فوری برای شناسایی سریع و بازگرداندن بدون تأخیر اجساد مطهر عمل نمایند. همچنین ضروری است شرایط لازم را برای بررسی مستقل و دقیق علل و عوامل این فاجعه و روش‌های پیشگیری از تکرار آن در آینده فراهم نمایند. آقای رئیس، آقای دبیرکل، خانم‌ها، آقایان، من به نمایندگی از ملتی سخن می‌گویم که دو سال قبل تعامل سازنده با جهان را رأی داد و اینک با افتخار می توانم اعلام کنم که امروز فصل جدیدی در روابط ایران با جهان آغاز شده است. دو سال پیش مردم ایران در یک انتخابات توأم با رقابت به برنامه‌ای رأی دادند که ضمن حفظ حقوق منافع و امنیت ملی خواستار تحکیم صلح و گفتگوی سازنده با جهان شدند. این اراده ملی با یک برنامه دقیق و روش دیپلماتیک در برنامه جامع اقدام مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و شش قدرت جهانی متجلی شد که بلافاصله پس از توافق با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد به یک سند بین المللی بدل گردید. این سند از نظر حقوق بین الملل سازه استواری است که برای اولین بار در تاریخ ملل دو طرف به جای مذاکره پس از جنگ برای دستیابی به صلح پیش از مخاصمه به مصالحه دست یافتند. من در اینجا لازم می‌دانم بر نقش همه مذاکره کنندگان در دستیابی به این توافق تأکید کنم. ما تصمیم گرفته بودیم با حفظ اصول خود فضایی تازه را رقم بزنیم و این کار را کردیم. اونجا که لازم بود جلو رفتیم و اونجا که لازم بود شهامت انعطاف را داشتیم و در همه جا از ظرفیت حقوق بین الملل استفاده کردیم و توانمندی گفتگوی سازنده را به خوبی آشکار ساختیم.
نکته کلیدی در موفقیت گفتگو این واقعیت است که هر بازیگری در نظام بین الملل که در پی خواسته های حد اکثری باشد و جایگاهی برای طرف مقابل خود باز نکند نمیتواند سخن از صلح و ثبات و توسعه یافتگی بزند همون گونه که در تجارت و فعالیت اقتصادی باید منافع طرفین در نظر گرفته شود در سیاست نیز چند جانبه گرایی و بازی های برد باید مبنا واقع شود آقای رئیس سازمان ملل متحد برای تضمین صلح و امنیت جهانی پس از دو جنگ جهانی به وجود آمد اگرچه متاسفانه در اکثر موارد این نهاد مهم بین المللی موفق یا مؤثر نبود اما این بار باید گفت سازمان ملل تصمیم درستی گرفته است ما با وجود آن که به تصویب قطعنامه‌های ناعادلانه علیه جمهوری اسلامی ایران و تحریم ملت ایران در اثر سوء تفاهمات و بعضاً دشمنی‌های آشکار برخی کشورها معترضیم اما به اون ضرب المثل قدیمی ایرانی معتقدیم که هر جا جلو ضرر گرفته شود منفعت است امروز همون روزی است که جلو ضرر گرفته شده است قطعنامه 2231 شورای امنیت با وجود برخی کاستی های جدی تحولی مهم و مبنایی برای لغو قطعنامه های تحریم علیه ایران بود ما عملکرد شورای امنیت در گذشته را غیر منصفانه می دانیم و تأکید می کنیم که ایران به دلیل فتوای مهم رهبری و نیز دکترین دفاعی خود هرگز قصد تولید سلاح هسته‌ای را نداشته و بنابراین قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران ناعادلانه و غیرقانونی بودند تحریم‌های شورای امنیت و نیز تحریم‌های یک‌جانبه برخی از کشورها بر اساس توهمات و اتهامات بی‌پایه اعمال شدند و شرایط سختی را به مردم ما تحمیل کردند اما این تحریم‌ها هیچگاه در سیاستی که اتخاذ کرده بودیم و در نحوه برخورد ما با مذاکرات مؤثر نبودند ما در این مذاکرات ثابت کردیم که روی میز ایران چیزی جز منطق استدلال اخلاق و نیز در صورت لزوم دفاع مشروع و قاطع از خود و منافع خیش در برابر هر گونه تجاوز چیز دیگری وجود ندارد که نهایتاً ایالات متحده آمریکا نیز وادار شد تا تحریم و فشار را کنار گذاشته و میز مذاکره را برگزیند. هفت کشور و اتحادیه اروپایی در این مذاکرات زمان و سرمایه دیپلماتیک فراوانی صرف کردند و لذا باید برای حفظ و اجرای توافق نیز تمام تلاش خود را به کار گیرند. پایبندی طرفین به انجام تعهداتشان را اصلی ترین عامل موفقیت در روند اجرایی مذاکرات می دانیم. به موازات اجرای برجام ما همچنین انتظار داریم که کشورهای هسته‌ای گام‌های لازم را در جهت اجرای تعهدات خود بر طبق ماده 6 NPT یعنی خلع سلاح کامل هسته‌ای بردارند همچنین انتظار داریم که اونها در جهت ایجاد منطقه آری از سلاح هسته‌ای در خاورمیانه نقشی مثبت ایفا کنند و اجازه ندهند رژیم صهیونیستی همچنان تنها مانع بر سر راه تحقق این مهم باشد. آقای رئیس، توافق هسته‌ای که نمونه درخشانی از پیروزی بر جنگ بود
has managed to disperse the nuclear clouds of hostility and perhaps even the specter of another war and extensive tensions from the Middle East. The deal can and should herald a new era and lead to positive outcomes regarding the establishment of sustainable peace and stability in the region. از نظر ما توافق حاصل هدف نهایی نیست بلکه تحولی است که می تواند و باید مبنای دستاوردهای بیشتری باشد با توجه به اینکه این تفاهم هم مبنای عینی فراهم کرده و هم الگوی مناسبی به دست داده می تواند در جهت تحولی اساسی در منطقه عمل نماید سیاست ما این است که در فضای جدید حرکت صلح‌جویانه خود را در منطقه بر مبنای همون قاعده برد برد ادامه دهیم و به نحوی عمل کنیم که همه در منطقه و جهان از مزایای این فضای جدید بهره‌مند شوند می توانیم از این فرصت برای توجه به آینده و اجتناب از تمرکز بر گذشته استفاده کنیم و روابط خود را با کشورهای منطقه به ویژه همسایگانمان بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک و جمعی بازسازی کنیم. متاسفانه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به یکی از متلاطم ترین مناطق جهان تبدیل شده است. تداوم و تشدید چنین وضعی می تواند موجب سرایت تشنج به دیگر مناطق جهان شود. در جهان به هم پیوسته و بدون مرز کنونی کشورها و مناطق مختلف به سختی می توانند مرزهای خود را نفوذ ناپذیر کنند و مانع اشاعه ناامنی و بی‌ثباتی شوند. خطر بزرگ و اصلی در جهان امروز آن است که سازمانهای تروریستی به حکومتهای تروریستی تبدیل شوند. ما متاسفیم که قیام‌های ملی در منطقه ما توسط تروریست‌ها به انحراف کشیده شدند و به جای صندوق رأی اسلحه و ترور سرنوشت ملت‌ها را می‌خواهد تعیین نماید. ما پیشنهاد می‌کنیم که مبارزه با تروریسم به یک سند و قاعده الزام‌آور بین‌المللی بدل شود و هیچ دولتی حق نداشته باشد از تروریسم به عنوان یک روش مداخله جویانه در امور ملت‌ها حمایت کند. ما آماده ایم که برای نابودی تروریسم و بسترسازی برای تحولات دموکراتیک در منطقه کمک کنیم و اجازه ندهیم اسلحه به ابزار تحول بدل شود. ما همون گونه که در عراق و افغانستان به استقرار دموکراسی کمک کردیم آماده کمک به دموکراسی در سوریه و نیز یمن هستیم. ما از تداوم قدرت با رأی ملت و نه اسلحه حمایت می‌کنیم. ما از حکومت اکثریت با حفظ حقوق اقلیت دفاع می‌نماییم. ایران امروز با حفظ میراث تاریخی و فرهنگی خود نگاه به آینده دارد، نه فقط آینده دور بلکه آینده نزدیک با چشم‌اندازی روشن از همکاری و همزیستی. من خطاب به همه دولت‌ها و ملت‌ها می‌گویم ما گذشته را فراموش نمی‌کنیم، اما نمی‌خواهیم در گذشته بمانیم. We will not forget war and sanctions, but we look to peace and development. Through the Joint Comprehensive Plan of Action, we were not solely seeking a nuclear deal. We want to suggest a new and constructive way to recreate the international order. پیشنهاد کنیم نظمی بر اساس احترام متقابل، عدم دخالت در امور داخلی دیگران، همکاری مستمر و همزیستی دائم میان اعضای ملل متحد برای آنکه آینده‌ای صلح‌آمیز بسازیم.
a peaceful future, we must learn our lessons from the bitter lessons, from the bitter past. We know that the only way to perpetuate peace is through development. Peace without development is merely a recess, while resentment and suspicion builds. However, peace alongside development lets anger and resentment dissipate and be replaced with hope and respect for others. We have repeatedly said that the only way to uproot terrorism in the Middle East is by targeting its underlying social, economic, and cultural causes. Economic interactions may bring about lasting security and transform the region into a haven for peace and development. After the Joint Comprehensive Plan of Action, Iran will stand ready to show that the practical path to security and stability is through the development that comes with economic engagement. Iran, with all of its economic and cultural potential, is well positioned to become a hub for export-oriented investment. Iran is also eager to show that we can all choose a lasting peace based on development and shared interests that will lead to a sustainable security rather than a volatile peace based on threats. We hope to engage with our neighbors in a wide range of social and economic cooperation, which will enable the achievement of political understanding به تفاهم سیاسی و حتی همکاری‌های ساختاری امنیتی نیز دست یابیم. در نظام بین‌الملل امروز پیوند متقابل اقتصاد کشورها به یکدیگر مهمترین عامل برای تسهیل تعامل سیاسی و کاهش چالش‌های امنیتی است. Mr. President, in 2013, from this very stage, I called for combating violence and extremism. Consequently, you, the representatives of the international community, unanimously gave it a seal of endorsement, and hence the WAVE resolution came to be. The implementation of WAVE requires well-intentioned solutions and the use of experiences gained in the realm of diplomacy. I am pleased that by placing together the support for the Joint Comprehensive Plan of Action with the invaluable support for WAVE, we may now devise a plan to resolve the problems of a shattered Middle East under the cause of brutality and savagery. من برای مقابله با جهل، دیکتاتوری، فقر، فساد، تروریسم، خشونت و مقابله با اثرات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و امنیتی آن جهان و به‌ویژه کشورهای منطقه را به تدوین یک برنامه جامع اقدام مشترک برای این مبارزه و ایجاد جبهه متحد مبارزه با افراط‌گرایی و خشونت دعوت می‌نمایم. This front must create a collective and global movement to tackle regional problems in a serious manner through dialogue, prevent the slaughter of innocent people and the bombardment of civilians, as well as the promotion of violence and killing of other human beings, provide for the stability in cooperation with established central government to maintain stability. And once stability is established, build diplomacy and democratic governance in the Middle East region. Ladies and gentlemen, Iraq, Syria, and Yemen are all examples of crises being stoked through terror, extremism, violence, bloodshed, invasion, and the indifference of the international community. They are similar examples displaying cases of displacement, homelessness, and fleeing from the horrors of war and bombardments. کشورهایی همانند با درماندگی جامعه جهانی برای حل معضلات پدید آمده بر اساس خواستهای نادرست تازه واردان منطقه‌ای و خوشباوران عرصه فرامنطقه‌ای است
که اینک موج خسارت های آن از جهان عرب تا اروپا و آمریکا را در نوردیده و به نابودی آثار مدنیت و تمدن دیرپا و ارزشمند و در وجهی کلانتر به کشتار انسانیت انجامیده است. فراموش نکنیم که ریشه های جنگ و ویرانی و ترور امروز در اشغالگری و تجاوز و مداخلات نظامی دیروز نهفته است. اگر تجاوز نظامی آمریکا به افغانستان و عراق نبود و اگر حمایت بی حساب آمریکا از اقدامات ضد انسانی رژیم صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین نبود، امروز تروریست ها بهانه ای برای توجیه جنایات خود نمی یافتند. ضروری دولت آمریکا به جای تحریف واقعیت‌های منطقه و ایجاد اتهامات ناروا علیه دیگران، سیاست‌های خطرناک خود و متحدان منطقه‌ایش را که به افراطی‌گری و خشونت و فرقه‌گرایی در منطقه دامن می‌زنند، پایان دهد و با آرمان‌ها و خواست مردم منطقه هماهنگ شود. آقای رئیس، علی‌رغم مشکلات موجود در منطقه، ما به آینده پرامید باور داریم و تردید نمی کنیم که با سرپنجه تدبیر می توانیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قوی و جدیدی که برشمردیم و تکیه بر پشتوانه تمدنی و عزم جدی بر این مشکلات غلبه نماییم. ما در پرتو تعالیم آسمانی به آینده روشن بشریت برای زندگی انسان‌ها در صلح و آرامش و معنویت ایمان داریم. ما به اراده ملت‌ها در انتخاب نیکی و پاکی باور داریم. ما باور داریم که والعاقبت للمتقین، پیروزی پایانی از آن پارسایان پاک‌طینت خواهد بود. از توجه شما سپاسگزارم. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Islamic Republic of Iran for the statement just made. May I request representatives to remain seated while we greet the President.